حالا 26 رو ادامه میدیم، قسمت دومه. بعد تو این پاراگرافی صحبت کردیم که گفت بذاری ببینیم ریشه تاریخی اینه که چرا اجازه نمیدن که ارتش دائمی در زمان صلح در انگلیس باشه و اینا کجا اومده. و اینجا تو این مقاله همیلتون شروع میکنه میگه خب ما باید یه زمانی برگردیم ببینیم اون شاههای نورمن اون شاههایی بودن که در شمال فرانسه حکومت میکردن و اینا نو و نتیجه های اون وایکینگ هایی بودن که رفته بودن اونجا مستقر شده بودن یکی دو قرن پیش از حمله نورمن ها به شبه جزیره بریتانیا. اینا که اومدن و مستقر شدن و شبه جزیره رو تقریبا گرفتن، بس یواش یواش دایره سلطنتشون وسیع تر شد و بیشتر قسمت جنوب انگلیس رو مخصوصا در دست خودشون گرفتن. و بعد از اینکه چند تا شاه سر کار اومدن، البته این تاریخ رو باید بشینید خوب بخونید، من دارم فقط همجوری سطحی بهتون میگم، اینا میرسن یک مقداری در اوایل قرن 12 یه ذره شرایط بد میشه، بعد اوایل قرن 13 که میرسیم در سال 1215 یک شاهی داشتن به نام جان، کینگ جان، که این یه مقداری پاش از گلیم خودش شروع کرده بود بیرون گذاشتن، که این برونا و لوردا و اینایی که در قسمت‌های مختلف انگلیس هنوز همه کاره بودن اینا اومدن جلوش واستادن، گفتن نه بهتر انقدر تون روی نکنی و حتی از اونم بگذریم، بایستیم بیا اینجا ما با همدیگه یه قراردادی ببندیم، که این اسمش شد قرارداد بزرگ یا آیین نامه بزرگ. اینو بهش میگن مگنا کارتا. مگنا یعنی همون از همون لغت مگنانیمس، مگنیفیسنت، بزرگ، با جلال. کارتا با CH نوشته میشه چون از همون لغت چارتر میاد، قرارداد. این قرارداد بزرگه که اینا نشستن و مورخا میگن این مادر حقوق سیاسی، حقوق یا بگیم پله اول زایش حقوق مردم بود که اینجا شروع شد، که شاه گفتش یه سری کارا رو نمیتونی بکنی، کمی داستان هیئت منصفه پیش اومد و اینی که شاه یه سری کارا رو نمیتونه راجب این برونا بکنه، راجب این لوردا بکنه، که بعدها چند صد سال پیش این حقوق یواش یواش به مردم عادی هم داده شد، ولی ریشهش از اونجاست. همیلتون میگه که خب اونجا مجبور کردن شاه رو که این مگنا کارتا رو قبول بکنه، و همینطوری که جلو میریم یواش یواش حقوق مردم بیشتر شد تا اینی که رسیدیم به گلوریوس رولوشن. گلوریوس رولوشن یعنی انقلاب با جلال، در سال 1688 شد که دو تا شاه انگلیس رو که فکر میکردن اینا میخوان دو مرتبه انگلیس رو کاتولیک بکنن از کار بی کنار بر گذاشتنشون کنار، یکیشون هم کله یکیشون هم زدن، اون دومی هم که غیبش زد رفت از کشور بیرون، رفتن خواهرشو از هلند آوردن، شوهر خواهرش هم اسمش بود ویلیام اف اورنج. اورنج همون پرتغاله، ولی اورنج یکی از اسم یکی از استانا و ناحیه های هلند بود، پس این ویلیامه،
مال ناحیه اورنج آوردن با ملکش، و چون پروتستان بودن آوردن گذاشتنشون شاه بریتانیا. اونجا رو بهش میگن گلوریوس رولوشن، چون خودشون شاه آوردن سر کار، بهش گفتن قبل اینکه ما این تاجو بذاریم سرت بفرما آقا اینجا رو امضا کن، یعنی یه سری حقوق دیگه تو نمیتونی توش دست بزنی، فسولی بکنی و اینا. پس ریشه حقوق اصلی شخص عادی در تاریخ انگلیس و بعداً در تاریخ آمریکا از اینجا میاد، که خب چند سال قبلش یه سری آدمایی بودن به نامش بهشون میگفتن ویگز، WHIG، که درست شبیه همون لغتی که برای کلاگیس استفاده میشه ولی هیچ ربطی با هم نداره. اینا گروه انقلابی بودن که میگفتن شاه یه سری حقا رو نمیتونه از ما بگیره، که شاه اومد و بعد تاریخ انگلیس همینجوری جلو رفت که یواش یواش انگلیس شد یه کشور دموکراسی که ما الان اینجوری میشناسیمش. خب و آمریکا چون وقتی اومد این ناف خودشو ببره از انگلیس انقلاب کرد، آمریکا حتی انقلابی تر شد از انگلیس. خب یه سری چیزایی که شما انگلیسی ها دارید اصلا به درده، نه تنها برای خودتون ما فکر میکنیم قدیمی شده، ولی برای کشوری که میخواد جمهوری برقرار بکنه اصلا شایسته نیست. ما باید یه سری چیزها رو جدید بذاریم. و یکی از کارهای خیلی مهمی که اون زمان کردن و کسایی که پشت سر این کار بودن، این آقای تاماس جفرسون بود، این قانون پرایموجنیچر رو از بین بردن. پرایموجنیچر، پرایم بعدم میبینید میشه ابتدایی، اولی، بنیانی. جنیچر اونم از لغتی میاد که ریشهش توی لاتین اجدادیه. معنیش در حقیقت من خلاصه بکنم و سطحی بگم اینه که در انگلیس برای چندین قرن تنها بچه‌ای که تمام ملک و منال پدره رو میگرفت، بعد اینکه پدره میبود، پسر بزرگه بود، باقیشون هیچی بهشون نمیرسید. خب اگه مثلا بابای میخواست یه حالی بده، تیکه زمینی شاید اینجا بهشون میداد یا کمک میکرد برن یه پستی بگیرن توی دربار، ولی وقتی پدر مرد تمام مال، این برای چند قرن این قانون بود که مال میرفتش دست پسر بزرگی، و به این ترتیب میتونستن خاندانو برپا نگه دارن. یعنی میگفتن اگه پول پخش نشه ما میتونیم به عنوان یه آدم پولدار و اینا یه خودی نشون بدیم. جفرسون و اون انقلابی ها گفتن نه، این دیگه به درد آمریکا نمیخوره. اولا آمریکا به قدری زمین توشه که اینی که ما بخوایم تمام زمین رو برای یه گروه نگه داریم اولا عاقلانه نیست، ثانیا مردمی همچین اجازه ای رو نمیدن. این قاره است، برای همه است. پس این یه چیز خیلی مهمیه توی رشد تاریخ در انگلیس و در آمریکا، اینو در نظر داشته باش. خلاصه یه ذره بیراهه رفتم ولی این چیز خیلی مهمی بود خواستم بهتون بگم. خلاصه این انقلاب با جلال رو در 1688 کردن. این گروه ویگ WHIG یواش یواش قوی شد و انقلابی های آینده آمریکا، یعنی جفرسون و اینا، اینا تحت تأثیر این انقلابی های یه قرن پیش انگلیس قرار گرفتن، که وقتی قانون اساسی آمریکا رو نوشتن بنیانگذاریشو کردن، دیگه یه پله هم دیگه انقلابی تر، یعنی چند پله انقلابی تر از این انقلاب با جلال 1688 انگلیس بود. پس این خیلی مهمه در نظر داشته باشید. خب اینجا هم همیلتون میگه که ما درسته که گرفتیم و در همین این انقلاب با جلال گفتیم که دیگه شاه حق نداره بدون اجازه پارلمان ارتش دائمی داشته باشه، و آمریکایی‌ها هم که رو توی این مقاله ها همین همیلتون داره راجبش صحبت میکنه یا میگه ایالات مختلف اینو تو قانون اساسیشون دارن،
همش ریشش از همین انقلاب باجلال سال 1688. حالا میریم در ویدیوی بعدی.